دوستای عزیزم سلام، به کانال من خوش اومدین. توی این ویدیو با کمک قسمت خیلی با مزه فیبی و تکامل با هم چند تا لغت و نکته یاد میگیریم. But you don't believe in evolution? Nah, not really. You don't believe in evolution? Evolution یه اسمه به معنای تکامل. کلن کلماتی که با T-I-O-N ختم میشن اسمن. اینجا راست میگه که What? You don't believe in evolution? چی؟ تو به تکامل باور نداری؟ کلمه believe یعنی باور داشتن، اعتقاد داشتن، که توی ویدیویی که بالای صفحه میبینی توضیحشو دادم. مثال دوم: Isn't this just the next logical step in our evolution? چون این یه جمله سوالی حال ساده است، پس ایز میاد اول. حالا اگه بخوایم کلمه به کلمه معنی کنیم میشه نیست این قدم منطقی بعدی در تکامل ما؟ یا اگه بخوایم عادی بگیم آیا این قدم منطقی بعدی در تکامل ما نیست؟ Isn't this just the next logical step in our evolution? The process of every living thing on this planet evolving over millions of years from single-celled organisms is too easy. پلنت یعنی سیاره و یه اسمه. به طور مثال let's say that we were the last two guys on the planet. اجازه بده بگیم که ما دوتا آخرین مردای روی سیاره بودیم. مثال بعد I could have been sent from another planet to destroy Earth. من ممکنه که از سیاره دیگه ای فرستاده شده باشم تا زمین رو نابود کنم. حالا اینجا نکته گرامریش هم جالبه. فرق بین could have با could have been چیه؟ چه زمانی یعنی باید از could have استفاده کنیم؟ چه زمانی از could have been؟ could have برای صحبت کردن درباره یه چیزیه که کسی قادر به انجامش در گذشته بوده اما انجامش نداده. پس یک احتمال در گذشته است. به طور مثال I could have gone to Oxford University but I preferred Harvard. من میتونستم برم به دانشگاه آکسفورد اما هاروارد رو ترجیح دادم. Could have been صحبت درباره یک احتمال در زمان حاله که اتفاق نیفتاده. به طور مثال I could have been earning a lot as an accountant but the work was just too boring. من میتونستم پول زیادی به عنوان حسابدار در بیارم اما شغل خیلی کسالت آوریه. اینجا هم این یارو به فیبی میگه که I could have been sent from another planet to destroy Earth. من ممکنه که از یه سیاره دیگه برای نابود کردن زمین فرستاده شده باشم. بنابراین هنوزم یک احتمال در زمان حاله. Single-celled organisms، ارگانیسم های تک سلولی. حالا اینجا که فیبی میگه که این داستان میمون و داروین و اینا خیلی ساده است، راست برمیگرده این جمله بلند و پیچیده رو میگه که ما با هم کلمه به کلمه معنیش میکنیم. میگه که the process of every living thing on this planet evolving over millions of years from single-celled organisms is too easy. The process که آسونه میشه همون پروسه. پس پروسه تکامل هر موجود زنده‌ای evolving فعل اِوولوشنه. پس میشه تکامل هر موجود زنده‌ای روی سیاره در طی میلیون ها سال over millions of years از ارگانیسم های تک سلولی from single-celled organisms is too easy. زیادی ساده است، خیلی ساده است. مثال دوم داروین رایتس that we all come from the very first single-cell organism. داروین می نویسه که همه ما از یه ارگانیسم تک سلولی اولیه میاد. Darwin writes that we all come from the very first single cell organism. Yeah, I just don't buy it. Excuse me. Evolution is not for you to buy, Phoebe. بعد فیبی در جواب راست میگه که I don't buy it. یعنی واقعا منظورش اینه که چیو نمیخره؟ توضیح این عبارت معروف رو توی ویدیویی که لینکش بالای صفحه الان هست میتونید ببینید. Evolution is scientific fact, like the air we breathe, like gravity. Oh, okay. Don't get me started on gravity. Gravity یعنی جاذبه و یه اسمه. توجه داشته باشه که در تلفظ آمریکایی یعنی gravity، یعنی که ت رو خیلی شبیه به د تلفظ میکنن. حالا اینجا راست میگه که evolution is scientific fact.
یعنی تکامل یک واقعیت علمیه. Like the air we breathe. Like gravity. مثل هوایی که تنفس میکنیم. مثل جاذبه. توجه داشته باشین که اینجا میگه the air. نمیگه the air. دلیلش اینه که وقتی که یک کلمه با یه حرف صدادار شروع بشه قبلش ده رو دی تلفظ میکنن. پس میشه دی ایر. مثال دوم، توی فیلم ماتریکس وقتی که نئو میخواست کاراته یاد بگیره اینا وصل شدن به یه برنامه کامپیوتری. اونجا مورفیوس بهش میگه که It has the same basic rules like gravity. یعنی اینکه اینجا it اشاره به اون برنامه کامپیوتری داره. میگه که این همون قوانین بیسیکو داره مثل جاذبه. It has the same basic rules, rules like gravity. I don't know, lately I get the feeling that I'm not so much being pulled down as I am being pushed. حالا اینجا فیبی میگه که من جدیداً احساس میکنم که I'm not so much being pulled down as I am being pushed. یعنی این که به پایین کشیده نمیشم بلکه دارم هول داده میشم. پوش و پول متضاد هم دیگه هستن. پوش یعنی هول دادن، پول یعنی کشیدن. فعل پوش رو توی ویدیویی که بالای صفحه دارید میبینین قبلن توضیح دادم. مثال دوم، I feel like someone pulled my intestine out of my mouth. احساس میکنم یه نفر رودم رو از تو دهنم کشیده بیرون. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth. I've studied evolution my entire adult life, okay? And I can tell you, we have collected fossils from all over the world. Entire یه صفته به معنای تمام و سراسر. Phoebs, I have studied evolution my entire adult life. یعنی فیبز، من تمام دوران بزرگسالیم تکامل مطالعه کردم. البته راست میگه زندگی بزرگسالیم، اما ما برای راحتی ترجمه میگیم دوران بزرگسالی. مثال دوم، My entire life، تمام طول زندگیم. I have feared this place. من از این مکان ترسیدم. My entire life I have feared this place. That actually show the evolution of different species, okay? I mean, you can literally see them evolving through time. کلمه بعدی هست species، یک اسم به معنای گونه جانوریه. توجه کنید که هم species تلفظ میشه هم species، هر دوتا درسته. حالا اینجا راست میگه که ما فسیلایی داریم که that actually show the evolution of different species، که واقعا نشون میدن تکامل گونه های مختلفو. مثال دوم، They are entirely separate species. اونا گونه های کاملا مجزایی هستن. Entirely separate species. Literally یعنی عیناً و یه قیده. تلفظش هم خیلی سخته. حالا اینجا راست ادامه میده که I mean you can literally see them evolving through time. I mean یعنی منظورم اینه که عیناً میتونی اونا رو ببینی که در طول زمان تکامل پیدا میکنن. مثال دوم، I will literally murder you. یعنی این که من واقعاً جدی جدی میزنم میکشمت. یه عبارتی هم هست که زیاد استفاده میشه، literally or figuratively. یعنی چی؟ یعنی جدی جدی واقعی یا استعاره‌ای. حالا مثلا ما بخوایم ساده بگیم میشه جدی جدی یا مثلنی. مثلا من میام به شما میگم که او مای گاد توی اون اتاق 1000 تا سوسکه. این فیگوریتیولیه، یعنی که من واقعا 1000 تا سوسکو که نشمردم، دارم مثلا میگم خیلی زیاده. اما اگه بیام بگم که او مای گاد بچه ها لیترلی اون اتاق 20 تا سوسکه، یعنی که من واقعا شمردم اون اتاق 20 تا سوسکه. پس فرق این لیترلی و فیگوریتیولی در اینه. This obsessive need you have to make everybody agree with you. Now, what's that all about? Obsessive یک صفته به معنای وسواسگونه، وسواسی. What is this obsessive need you have? این نیاز وسواسگونه که تو داری چیه؟ مثال بعدی، Maybe he called to say you are obsessive and crazy. شاید زنگ زده که بگه تو وسواسی و دیوونه ای. Maybe he's calling to say you're obsessive and crazy. Agree یه فعله به معنای موافقت کردن. حالا این جمله ادامه جمله قبلی فیبیه. اونجا فیبی برگشت گفت که این چه نیاز وسواس گونه‌ایه که تو داری؟ To make everybody agree with you.
که همه رو وادار بکنه که باهات موافقت کنن. بازم میگم این دوتا جمله در واقع یه جمله بوده که من برای آسون شدن دوتاش کردم. بنابراین اینجا ما به خاطر این قبل از make to داریم، چون که make فعل دوم در یک جمله است. وقتی که در یک جمله دوتا فعل داریم، فعل دوم قبلش to میاد. مثال دوم، I respectfully disagree. من با احترام مخالفم. پس disagree مخالف agree، agree موافقم، disagree مخالفم. یه عبارت معروف هم هست که میگن agree to disagree. یعنی چی؟ وقتی که دو نفر با هم بحث میکنن درباره یه موضوعی اما هیچ کدوم نمیتونن اون یکی رو قانع بکنن، در نهایت آخرش به جای اینکه پاشن همدیگر رو بزنن میگن که بیا موافقت کنیم که با هم موافق نیستیم. Let's agree to disagree. I respectfully disagree. Are you ready? It's the next step in our evolution. Let's say we were the last two guys on the face of the planet. No need to panic, unless you're a single cell organism. Don't get me started on gravity. Pulled her? She pulled it out of me. Guys, the entire city is blacked out. You're a wonderful species. I mean, they are like literally putting all their eggs in my basket. What about the excessive cleaning? That's just good sense. Thank you. I'm glad you agree. خب دوستای عزیزم، ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. لطفاً اگر از تماشای ویدیو لذت بردین و چیزی یاد گرفتین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بای.